فکر کردی فرار کنی بری یه شهر دیگه؟ پیدا نمی کنن. هنوز پرونده قتل شوهرتو دوستاش بسته نشده. چرا باز ادامه دادی؟ چرا از بیمارستان فرار کردی؟ ها؟ باید مطمئن می شدم شوهر بی غیرت همه دوستای معتادش به آتیش سوخته. شما ها نمی زاشتی. منو بردین دیوونه خونه. اونا به خواهرم نظر داشتن. باید میمردن. شما معطلش میکردی. ببخشید آفرین، خیابونا شلوغ بود. چرا دیروز کلاسه انجمن رو نیومدی؟ استاد سراغ تو گرفت. تو هم که گفتی اصلا زنگ نزنم خونتون دیگه، واسه همین خوب کاری کردی. بابا اینا امشب دارم میرم سفر، برای همین دیروز کلی مهمون داشتیم. از دیروز نمیتونستم از خونه جون بخورم، میفهمیدن؟ مگه نمیدونن که تو کلاسه انجمن رو میام؟ اصلا یعنی چی گل رخ؟ اگه بفهمن دنبال علوم روحی رفتم تا با برادرم ارتباط برقرار کنم، منو میکشن. خانواده من شدیدن. این که دلیل نمیشه. نمیشه؟ گلرخ شما چند تا خواهر برادری؟ همون یه برادر که عکسشو بهت نشون داده بودم. تنها ارتباط میگیری؟ آره، من با کسی رفت آمد ندارم، یعنی اصلا اجازهشو ندارم. میدونم سخته. آفرین، میخوام دارم دیوونه میشم. یه روح خبیث دست از سرم بر نمیداره. قبلا فقط شبو توی خونه میومد، اما الان همه جا میاد سراغم. تو چرا تا حالا به استاد نگفتی؟ آخه چجوری بگم؟ یعنی چی؟ سلام، خوش خوبی؟ ببین بهرام، دو ساعت دیگه کامیون میرسه، پرفورجا رو بار بزن. اسم مهندس گلرخ. سلام. آفرین. سلام. چی شده؟ سعید منو نترسون، من آدم قوی نیستم. خب حله دو بشکم.
شب یلدا میریم ویلاشون. میای؟ میای چیه؟ بگو بیا. آتیش. الو. الو گلو. الو. 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 من تا حالا شب بیرون از خونه نموندم. اگه آقا جونم اینا بفهمن؟ بده من خودم بشم. گوشی رو بزن. الو گورو، تعارف چرا میکنی؟ ما منتظرتی. جوابشون رو نده گورو. قطع کن. الو صدا میشنوی؟ تو جونت در خطره. الو شما؟ قاتلای اون دختره که به هم گفته بودی رو پیداشون کرد. خب این چه دیگه؟ لواد میدونی. بله. کجا بودن؟ چه گوشه تیزی داری؟ توی یکی از جنگل‌های شمال قایم شده بودن. چی شده؟ مگه نمیدونی؟ چی رو؟ هیچی. خب الان که پیداشون کردم. جانم گلرخ نرو.
گرخ که مقصر نبود. تو هم دیگه اینقدر به من هیچی نگی. فقط ساکت. خیلی خوب باشه. هر چقدر بیشتر قصه بخوری خودتو اذیت کردی. سگت هم زنده نمیشه. اینجا نمون گلوخ، ارواح گداخته از مزاحم خوششون نمیان. برگرد. منم سعید. سنه قاقبا بزن. مشگان جان چی؟ بابا سر ترکم کردی ها؟ بیا تو شایزم رسیدی. گروخ اینجا ویلای خانوادگی ماست. آخر دنیا. بیا. سلام. اینجا چقدر سرده. چه ویلای عجیبی دارین. اینجا اتاق زیاد داره. اول نگاه کنیم ببینین کدومو دوست دارین بردارین واسه خودتون که این دو سه روزه حسابی بهتون خوش بگذره. الان شومینرم روشن میکنم. من روشن میکنم. این کارو خوب بلدم. اینا کیان؟ خانواده پدرم. اکثرا فوت کردن. نفهمیدم اومدی. مشکان تا اونجا رو بکنه کلی طول میکشه. یه بریم یه چیز بخوریم. برم مشکان صدا کنم. کارش تمومشه خودش میاد. ولش کن. De 75 ans a été retrouvé sans vie sous les décombres de sa maison. Au plan politique, l'État hébreu. Que le Cheikh Razi Ajel Eliawar, le président de la République. Tu as un marché qui est dans le jour. Mishnavi.
فيها عبي كل من حازم الشعلان وزير الدفاع ومضر الرشادي قائد الحرس الوطني العراقي. چه خبر؟ منم خوبم مرسی. پوشان کجاست؟ تازه خوابیده؟ بیدارش میکنی صداش بشنوم؟ خب ولش کن، نمیخوام. ببین صبح که از خواب بیدار شد اون بستر که گذاشتم بالای کابینت بهش بده بگو مامانی فرستاده. حالا ببینم چجوری میشه دیگه. چرا کاری میکنی که همه بچه‌های دانشگاهی ازت متنفر باشن؟ مگه من چیکار کردم؟ هیچی. هر سمه رو در آوردی. همه فکر میکنن که آدم گنده دماغی هستی که همدن هیچ کس رو تحویل نمیگیری. برای همینه که همه سر به سرت میذارن. تازه سرت هم شرط بندی کردم. یعنی چی؟ بهرام تکش و اون سه تا پسری که تو کلاسمونن. ولی من اصلا اهل این حرفا نیستم. من فقط میخوام درسمو بخونم. همین. دوست ندارم کسی واسه هم مشکل درست کنه. وقت بعد همه آرزوام با هم به گور ببرم. میدونی همین حالا که اینجا هستم اولین باره که. ولی اون پسر بهرام پسر بدی نیست. شاید منظورت چه مشکان؟ اصلا مگه تو اونو میشناسیش؟ بیشوری. این چه کاری بود کردی؟ فکر نکردی سکته میکنم؟ احمد بی جنبه. شومینتون هم که داره خاموش میشه. نایی این کیه؟ همون دختره که بهتون گفتم. چجوریه؟ ای تو میشناختیش؟ برو بمیر. کی اصلا به تو گفته سرزده بیا اینجا؟ مهمون نواز واقعی؟ خانم آرش. مهندس توی گفتی ناهید خودش همه رو دعوت کرده. مهندس اگه مزاحمین برگردیم. این که داره میره. گرا خانم. گرا خانم. گرا خانم سها. خانم سها برگردی تهران. اونجا هم دیگر رو میبینیم. نمونید. برید. ما تازه اومدیم. ببینم نصف شبی کجا داری میری؟ من میرم میارم. گروخ جان اجازه بده بچه ها رو بهت معرفی کنم. خب سام یه جواهرساز درجه یکه. از دوستان قدیمی ماست. رودابه همسرش. مشگنم که همکلاسیته. روحان برادر رودابه است. منم خوشبختم.
آرش دوست بهرامه. بله، ما هم کلاسی. ترانه همسر آرشه، تازه از ایتالیا برگشته. خوشبختم. و بهرام برادر گوگولی من. مثل اینکه شما همدیگر رو میشناختین، ولی گروخ باور کن من اصلا از این قضیه خبر نداشتم. خب دیگه بچه ها بریم، گروخ خودش میاد. بریم. نمیای تو؟ میخوام قدم بزنم. برو ساکا رو بردار بیار. ما که جای خواب نداریم. آفرین و مژگان دوستش مثل چریکا ریختن اتاق رو اشغال کردن. میخوای من وسایلمو از اتاق برمیدارم. چیزی که اینجا زیاده اتاق. برو ساکا رو بردار بیار. نمیخواد. من خودم میارم. من دلم شور میزنه. گروخ هم صدا کن. میخوام برم قدم بزنم. بهرام سر به سرش نذار. چقدر سرده. من دارم یخ میزنم. راست میگه. چقدر یه دفعه هوا سرد شد. روحان پاشو برو ساکا رو بیار. چقدر میگی؟ بهرام خودش میاره دیگه. برو از تو اتاق یه چیزی پتویی براش بیار. خانم سوها، رودابه، 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 نکنم بچه تو بریا بیا چه؟ رودابه، چی شده بچه؟ بچه تو رو خدا هم بدی؟ یه کاری بکنی؟ رودابه، بذاری من در بشکنم. آرش تو همه چی که با درشه کنسان همه بکنم. آرش بکنم، رو هم برو کنم. رودابه، 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 همین در خانه میشه. رودابه، رودابه، چی شده؟ رودابه جان، این درو باز کن. رودابه، تو کی برگشتی؟ چی؟ بهرام، میشه بگی اینجا چه خبره؟ بکشش، بکشش بیرون. خیلی خب بچه ها، برید بیرون. بهرام، برو یه شربتی آب قندی چیز برو بخونی. رودابه، از چی ناراحتی؟ میشه به من بگی؟ شماها به من کلک زدین. برای چی؟ که برادرتون تو شرط‌بندی با بچه‌های دانشکده برنده بشه. چرا به من نگفتین برادرتون قراره بیاد اینجا؟ البته از دست شما ناراحت نیستم. میدونم همش تقصیر مژگانه. اونه که هم کلاسی منه و همه چی رو میدونه. اون با برادرتون قرار گذاشت. میخوای همینطوری تو این اتاق بمونی؟ نمیای بیرون؟ صبر میکنم صبح بشه میرم تهران. به هر حال حق با توه. تو فکر میکردی یه مسافرت دخترون است. حالا هم که اینجوری شده. اما بعید میدونم کار مژگان باشه. اتفاقی بوده. گروه، نمیترسی؟ نه. بیا امشب دوره هم جمع باشیم. مثلا شب یلداه. نمیام. آره مرسی. چی شد؟ آره یکی چیزی روشن کنه. تمومش کنی. چرا در آوردین؟ باور کن یکی از پشت پنجره رد شد. بس در نه آرش.
احتمالاً روح غلام حسین خان پدر بزرگ بهرام و ناهیده. الان وقت این مسخره بازی هاست؟ بچه با عربا شوخی نکنید. شوخی میکنم. راست میگه بچه ها، به خدا منم دیدم. بچه ها گرمان بگو مسخره بازی در نیارن، من میترسم. بازش کن دیگه. به نام روح اعظم کائنات، اگر روحی در اینجا حضور دارد با کلمه بلی یا سلام اعلام کند. چی شد؟ اگر روحی در اینجا حضور دارد با کلمه بلی یا سلام اعلام کند. شما زن هستید یا مرد؟ این کارو یعنی چی؟ خودتون دارین تکونش میدین؟ رودا به در کدام جهان هستید؟ بچه ها یکی بخونه. ب ر ز برزخ. برزخ چی؟ برزخ. چرا هنوز به جهانهای روحی نرفته اید و در این جهان باقی مانده اید؟ ازش بپرس کی؟ جون مادرت ازش بپرس کی؟ خودتو معرفی کن. کی بیدار شدی؟ من اصلا نخوابیدم. چرا؟ این دختره واسه چی دنبال خود را انداختی آوردی؟ این دختره با عرض معذرت دیگه زن منه. بله خب، برادرش هم که نافشو به خواهره گره زدن باید باشه. مگه من بهت نگفتم بهرام میخواد با این دختره اینجا روبرو بشه؟ تو هم پاشو بیا که من و تو هم همدیگه رو ببینیم. چرا این دوتا رو آوردی؟ نایی چرا با اعصاب آدم بازی میکنی؟ من فقط دیدم بهرام و مژگان و آفرین دارن میرن سمت ماشین. پرسیدم کجا میرین؟ گفتم میرن این دوتا رو برسونن ترمینال. آرش و ترانه هم که رفتن ویلای پدر ترانه، گفتن احتمالا تا آخر شب برمیگردن. همین. من میرم صبحونه رو آماده کنم، بکنم بهرام هم تا اون موقع برسه. نه مهندس؟ آره رام جان، منم یه زنگ بزنم ببینم کجاست. این دوستتون نمیاد بیرون؟ نه خیلی نمیاد. تو به اون چیکار داری؟ ایشون الان استراحت میکنن، شبکشو زهره ما رو بتره کنن. الو سلام آمی جان، احوال شما؟ ما هم خوبیم. کی؟ نه اینجاست. مامی میگه 6-7 بار زنگ زد جواب ندادی. باشه باشه گوشی. الو مامین جون، مرسی. نه چیزی نیست، یه ذره گلوم درد میکنه. مشکل خیلی نفهمی که منو تنها گذاشتی رفتی. نه حرف نزن، تو نمیتونستی منو صدا کنی یه ندا بدی که داری میری؟ من آدم نیستم دیگه. نه
باز که تو داری با دهن پر با من حرف میزنی. کجا این؟ کجا؟ الو؟ الو؟ خانم گلرخ؟ خانم گلرخ، اگر دوست داشتید تشریف بیارید در یک فضای به دور از تشنج با هم صبحونه میل کنیم. آقا بهرام هم پیچوندیم، خیالتون راحت باشه. بفرمایید. به به گلرخ خانوم، یه صبحونه بخوریم بعد بریم گردش. مژگان حال مادرش بد شد، با آفرین رفت تهران. از همه هم عذرخواهی کنم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح که نیست، نزدیک ظهره. چایی بریزم؟ ممنون. میخواین یه استراحتی بکنیم و بچه ها برن شهر برای نهار خرید کنن و غذا درست کنیم بخوریم؟ بعد هم یه خواب بعد از ظهر رو شب هم شام میخوریم و اون وقت اونقدر خسته ایم که حتما بعد بخوابیم. صبح هم ببینیم چی پیش میاد دیگه. خانسامی؟ خب رودابه جون، برنامه امروزشون رو گفتم. اگه کسی برنامه شخصی نداره کم کم آماده شیم بریم ماهیگیری و خوش بگذرونیم. شبم میام که رودابه جون تنها نباشم. مسخره میکنی؟ نه، جواب مسخره کردن خودتو دادم. یعنی چی؟ جلو مهمونتون فیلم بازی میکنی؟ ما که هر وقت اومدیم آخر دنیا تو ویلا زندانی شدیم تا وقت رفتن. کی شما رو دعوت کرد؟ سام چرا هیچی نمیگی؟ مگه من دروغ میگم؟ رودابه عزیزم بیا بخور. کوری منو سوزوندی. مهندس به خدا من نریختم، دست سام خورد ریخت. کومه خیلی خوب چشم قربان تو. به پریان سلام برسید. مخلصی. خدا خدا. ببخشید شما از کدوم طرف میرید؟ چطور مگه؟ میخواستم یه جای پیاده شم که بتونم ماشین بگیرم برم تهران. کجا پیاده شی؟ ما که شهر نمیریم. میدونی تا شهر چقدر فاصله است؟ خود که موقع اومدن دیدی عزیزم. آخه من باید برم. خاطر لوس نکن دیگه، فردا همگی با هم میریم. یه امشب ما رو تعمل کن. بودو بشی. نه من سرم درد میکنم، پس تو ویلا منتظرتون میمونم. شما بریم، بهتون خوش بگذره. جون تو امشب تشنج داری. خیلی خوب باشه. دلش برای تنگ شده. نمیشه که پشان جان، بابا اینجا نیست، داره اون دور دوره با یه خانومه حرف میزنه. نمیشه که صداش کنم. چی داشت بهت میگفت؟ کی؟ خودتو به اون را نزن. تو داشتی بهش میگفتی چرا اعصاب من خورد میکنی اینا. شما دوتا چه خورده حسابایی با هم داری سام؟ هیچی عزیزم، اشتباه میکنی. اگه من رو دوست داشتی اینقدر جلو اون کوتاه نمیومدی. نه سام، اگه من و روحام میدونستیم ناهید اینجا 100 سال نمی اومدیم. اصلا به روحام چه رفتی داره؟ سامی بیا. چی میگی؟
من که بهتون گفتم برگردید تهران. چرا هنوز اینجایید؟ برگردید. بودم برون باش. گلرو خانم، تنها کجا داریم میریم؟ خانم سوها، گلرو خانم کجا میری؟ دارم میرم تهران. تهران؟ به همین راحتی؟ نکنم میخوای پیاده بری؟ با شما بودم. وایسا ببینم کجا میری؟ من نمیشوی. اتفاقی افتاده؟ بچه چیزی گفتن؟ چی شده؟ فکر میکنی من نمیدونم سر من شرط بندی کردین، نقشه کشیدین، منو کشوندین اینجا؟ فقط میپرسی چی شده؟ کدوم شرط بندی؟ چی میگی؟ هیچی. شما بردین. زنگ بزن به دوستاتم بگو. خدا حافظ. گلرو خانم یه دقیقه وایسا، یه دقیقه وایسا. به من نمیدونم از چی حرف میزنی. اینا رو کی بهت گفته؟ مژگان. مژگان؟ مژگان گوه خورده. میدونم دیشب تا حالا اذیت شدی، من معذرت میخوام. اگه اصرار داریم بری تهران من تا یه جایی میرسونم اتون، ولی امشب رو بمونین، فردا همگی با هم برمیگردیم. اگه شما جای من بودین قبول میکردین؟ نمیدونم، شاید. البته اگه جای شما بودم اصلا قبول نمیکردم، ولی این تنها خواهش منه، شاید نظرتون نسبت به من عوض بشه. من نمیتونم با شما دوست بشم، یعنی اصلا نمیخوام با کسی دوست بشم. بابا طرز تفکر من یه چیز دیگه است. چرا؟ سوال نکن. باشه، اصرار نمی کنم، ولی حداقل امشب بمونین تا جبران کنم. الو دیگه با شما کاری ندارم. بله. الو بهرام کجایی؟ من تو راهم، دارم میام ویلا. ما ویلا نیستیم، اومدیم کنار رودخونه. روحام حالش بد شده، انسولینشو نیورده، داریم برمیگردیم. نمیخواد شما بیان. ازش بپرس کجا گاهشه، من برمیدارم میارم. برام بیا اینجا ببینم. این مسخره بازی ها چیه درآوردی؟ شما که از اول با هم دیگه دوست بودین، چرا ما رو سر کار گذاشتی؟ مثل بچه آدم میومدی میگفتی میخوایم اینجا تنها باشیم، این کارا چیه؟ زده به سرت؟ این دختره قیافش به این حرفا میخوره؟ که چی میفرستیش بیاد بگی برگردی تهران؟ چی میگی؟ داری کفر منو در میاری یا نایی؟ دهن منو وا نکن، به اندازه کافی حالم گرفته است. چی شده؟ نمیدونم، فقط بهم گیر نده. انجمنی هست درباره علوم روحی. تو اون انجمنو میشناسی؟ آره، من دو سال پیش کلاساش رو میرفتم، خیلی خوب بود. اما رودابه و مامی اینا چون خیلی ترسوان، روحان، یعنی وقتی فهمیدن دیگه نذاشتن من ادامه بدم. رودابه رفت گفت. دیشب تا حالا هم حس کردم باید قضیه یه بود دوم در کار باشه، اما کی جرأت داره حرف بزنه؟ بود دوم چیه؟ همزاد. تو همزاد داری؟ خب همه دارن. دیشب بیرون ویلا همین بود که میگین؟
امروز تو جنگلم بود. تو نبودی اومدی جنگل؟ نه به خدا، من که جای شما رو بلد نبودم. لباسش این خودش بود. هیچ دقت کردی؟ این فقط هم یه جمله رو تکرار میکرد. راست میگه، شاید بخواد خبری بشه. پاشین الان بریم، نکنه دیر شده باشه. نایید بسته دیگه، رودابه میترسه. من میترسم. بیا برام. برم دنبالش مهندس. اگه نمیترسی برو. تازه ازش خوشم اومده. خب این صدای پشهانه دیگه. چی میخواد؟ میشه مگه بهرام؟ به جای که شب بریم ویلا بخوابیم، تو ماشین میخوایم تا برسیم تهران. بیا. نمیخوام. پس بهرام امشب نمیریم؟ فردا صبح میریم. پس هر ماشین رو باز کن، من بشینم تو ماشین. رودابه، رودابه، سامی کیه؟ پوشان. الو بابا پوشان، خوبی؟ قربونت برم. نگهدار، میگم نگهدار. تو باستم چی کار داری؟ بی پایین ببینم، میگم بی پایین. چی میگی؟ چرا کلی باید صفت آشغال؟ تو فکر کردی من خرم؟ نمیفهمم؟ همش بچ بچ پیغام ادا اشاره. تو تهران اونجوری، اینجا اومدیم اینجوری، قضیه چیه؟ به منم بگی بدونم. در نخور میزنم به چه سفر. بودا بس دیگه، تموم کنی کارا تو، دایی اصلا هم خورد میکنی ها. ولم کن چه سفر. برو مرده. بودا به کشتی بیرونه، چرا اینجوری کردی؟ بچه سواشین بریم، سواشین، سواشین. کسی نمیدونه این دختر ما. چرا فرار کردیم؟ احمقا! بهرام بریم دنباله. چی میگی؟ جسد دختره ول کردیم، حالا کجا بریم دنباله؟ جسد نرسی که جسد، پس تو قبول داری این زن بچه دختر رو کشته؟ خواهی بخواه گم شو. آی تنوری خواهر من درست حرف بزنی. درست حرف بزنم چی کار میخوای بکنی؟ جوجه مریض، این خواهر لوش بودی از وقتی اومده یه بند داره غور میزنه. نه نتیجه.
غلط کردم، گوه خوردم، چی کار کنم؟ بگی چی کار کنم؟ همونی که گفتی بخور. همش تقصیر تو زنی که عقده ای. تو مهندس معماری نیستی، مهندس قرض زدن شوهر مردمی. خفه شو. بس دیگه. من میرم دنبالش. منم میام. من مطمئنم اینجا بود. اگه اینجا بود پس کو؟ بال در برده؟ سوارشیم بریم جلوتر. بیاید اینجاست. پس خودش کو؟ نکنه یکی رد شده بردتش بیمارستان، حالا میان سراغ ما. شاید خودشو کشونده تو جنگل تا صبح بشه. اون این همه خون ازش رفته، چی میگین؟ کجا میریم؟ بریم اطرافو بگردیم. گرخ گرخ بهرام از اون بر برو. گرخ سر مهندس رفت. با من نبود. رودابه 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 چی کار کردی؟ جر نزد. چی رو چی کار کردی؟ تبرکو رودابه کار خودتو کردین؟ انتخابتو گرفتین؟ به خاطر یه دیوی خوهرم رو کشتین؟ عجب خیر مقدمی. بهرام بهرام چه مرگته؟ بچه ها کجا؟ اونجا چه خبره؟ آرش آهای داری چیکار میکنی؟
دیوونه بازیه چیه؟ اینجا چه خبره؟ اونا میخواستن منم کشن. چه شوخی بیمزه ای. ببینم اینم یه بازی جدیده؟ بهرام، عروس خانم کجاست؟ سام، رودا بگو. بیچاره شدیم آرش. اتفاقی افتاده؟ به ما هم بگین. شاید یه کاری از دستمون بر بیاد. رودابه ما رو خانم مهندس کشت. آقا بهرام هم چالش کرد. شما هم میتونین کاری کنی؟ میتونین کاری کنی شما؟ خدا من این کارو نکردم. اما میدونم که این کارو کرده. کار گرخه. اون زنده است. یادتونه وقتی رودابه پرتش که ما هم فرار کردیم؟ ما نفهمیدیم چه بلایی سر اون دختر اومده. زخرف نگو. اون زخرفه؟ مردم رو تبرئه میکنی من قاتل؟ کجا؟ ما برمیگردیم ویلای پدر خانم. دیگه نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ عزیزم آروم باش. ببینید بچه ها، ما نمیدیم چه اتفاقی بین شما افتاده. همین هم که گفتید نشیده میگیریم. بهتر ما رو تو این کار دخالت ندید. ببخشید، خداحافظ. آرش سرات زنگم به پلیس بزن. هرانه بریم. بهرام. آرش وایسا. آرش بچینو من. آرش کمربند تو ببند. آره نمیتونم، ولش کن. نمیشه، بذار من برات ببندم. جلوی دیدمو گرفتی بشین. لا چلی چی دور دیسی کورت زاپر فوبور. میگم بشین. پلیس رو بگیر. اینا دیوونه شده. اون جلوی چشماشونو گرفته. چیو بگیرم؟ چیو؟ پلیس، پلیسو بگی صدا درو. یواشتر برو، ما رو به کشتن میدی. نمیگیره. از سمت راست دارن میان. میاد که میاد و میره. آرش میگم شاید با ما کار نداشته باشن. با حرف رازیشون کنیم بهتره. ها به دشمن کجاست؟ رفت ماشین آرش بدبخت رو سر به نیست کنه بیا ترنه رو پیدا نکردی؟ Thank you.
چشمی رو. چشمی رو. فکر میکنی من زن تو کشتم، میتونی همینجا انتقام تو بگیری. اگه به خاطر پوشان نبود همینجا مثل سگ میکشتمت. نمیدونم چی کار کنی؟ باید گلرخو پیدا کنی. چجوری؟ تو میگی زنده است؟ باش میدونستم. الو؟ بله، من نایت هستم. شما؟ سلام خانم، خوبین؟ نه، چرا تو را؟ نه، ما فردا شب قراره حرکت کنیم. رودابه؟ همه خوابیدن. چشم، حتما بهش میگم. خداحافظ. سوزان، رودابه، من اومدم اینجا بهم بگی کار کی بوده. من عرضه نداشتم از تو مواظبت کنم. کاش که من جای تو مرده بودم. نه ترس، من که با تو کاری ندارم. شما منو تو جاده گذاشتین رفتین. حالا ساکت، هیچی نگو، نذارو نایی دیگه بفهمن. تو تا حالا کجا بودی؟ تو جنگل. چه اتفاقی افتاده؟ رودابه من اینجاست، بدبخت شدی. میدونی کار کیه؟ نمیدونم
الو الو سام کجایی؟ رفته که پلیس بیاری سر وقت ماره؟ تو ماشین بنزین داری؟ الو الو ناهید صدا من میشنوی؟ الو الو نه 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 خواهش میکنم خواهش میکنم نه 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 تو رو خدا نه چیه جونه من میخوای نه 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 تقصیر منه اگه قرار اومدن اینجا رو من برات نمیذاشتم اگه نمیگفتم داری میای هر طور شده سامو با خودت بیار که من ببینمش اگه اون شب سامو صدا نمیکردم و گوش رو بهش نمیدادم هیچ وقت اینطوری نمیشد نمیشد که گرخ ناپدید بشه مردن سامورو تو به تقصیر منه کاش اون شب همگی برمیگشتیم تهران چقدر رودا به اصرار داشت همون شب برگردیم کاش حرفشو گوش میکردی با کاشکه یا ای کاش هیچ چیز بر نمیگرده ناهی بی خود و بی جهت دو نفر رو به کشتن دادی اگه حتی 1% اونو به پلیس خبر میدادم بهتر بودی الان که دست هممون به خون آلوده شده دو نفر تو جنگل دو نفر پشت ویلا آخر دنیا بالاخره آخر دنیای هممون شد ولی دست من به خون آلوده نیست من بیگناه تو خوش میدم واسه میداری گوش میدی؟ جوجه؟ تو بیگناهی؟ پس دفع کردن سامو به حساب نمیاد؟ میدونم اگه همکاری نکنم کشته میشم همکاری تو چی؟ احمق
من از اول میدونستم همه این کارا تقصیر این مهندس قلابیه. خفه شو. ناهید از شدت ناراحتی همش رو انداخته گردن خودش. تو چرا سوء استفاده میکنی؟ بس خواهر منو کی کشته؟ اگه همه حرفت اینه که ناهید رو دوباره کشته به سام برسه، فکر ابلهانه ایه. پس سامو کی کشته؟ مهندس همیشه از رودابه متنفر بود. برای اینکه سامو تصاحب کرده بود. پدر سام فقط به خاطر اینکه 2 سال ازش بزرگتر بودم نذاشت با هم ازدواج کنیم. بچه‌مونم قربانی خواسته اش کرد. بچه‌تون؟ تو بچه داری؟ من دیدمش. حتی میدونم این مهندس قلابی برای خوندن معماری اصلا ایتالیا نرفته. رفته توی دهکوره ای تا بچه به دنیا بیاد. به خدا خود سام گفت اگه یواشکی عقد کنیم بچه دارشیم بابا مجبور میشه قبول کنه. اما نگم. من میرم ماشین رو تمیز کنم. بعدم میرم شهر بنزین بزنم. شاید بتونم شیشه‌ام بندازم. موقعی که برگشتم ماشین در اختیارته. میتونی پلیس رو بفرستی اینجا. میتونی با اونو برگردی. من هیچ جا نمیرم. چرا؟ من تا این دختره رو نکشم دست بردار نیستم. داره تیر میشه. مامین بیا تو جنگل. مامین
آرین! کشتی چه از جونه ما میخواهم نه تو رو خودم نزن نزن نه نه کسافت اگه واقعا راست میگی که این بار دیگه کار تو نیست چرا پس به یه قاتل فراری پناه دادی؟ اون که میگه تمام مدت تو خونه تو بیهوش بوده من از کجا باید میفهمیدم اون قاتل چند نفره؟ ها؟ از کجا باید میفهمیدم؟ تازه اون دروغ میگفت میگفت خواب دیده که گناهی نداشتم کاری نکرده بودم روحم زنده است میره پلیس میاره الان که باید رسته باشه به شهر نه من سرم درد میکنم کلاسم دیر شده تشنم حالا تو نباید بخوابی باید برام تعریف کنی اونا میخواستن باهات چی کار کنن اونا الان میان اینجا امنه خوابتو طبیع
تعبیر میکنم دختر، تعبیر میکنم. میگم صدا تو ببر با تو هم مگه کری ناهید یعنی چی؟ مگه بی کس گیر آوردی؟ نه البته که ایشون کس دارم. شما ها خجالت نکشیدین دختره رو تو جاده بر کردین و رفتین؟ ببخشین خانم مهندس، جناب عالی اونجا نبودین؟ شما نباید خجالت بکشین؟ ساکت! عجب غلطی کردیم، چرا بلندش نکردیم؟ چرا فرار کردیم؟ احمقا! چی میگید؟ خواب تو تعبیر میکنم دختر. مطمئنم اینجا بود. یای اینجا بیا سراغ ما. شاید خودشو کشونه تو جنگل تا صبح بشه. چی میگی؟ کجا میری؟ گلرخ! گلرخ! دختره فوزول حکمت قربتی. گلرخ! زدی به مسافرتمون. چه کار میکنی؟ برگرد، نرو دنبالش. چی داری میگی؟ داره میره پلیس بیاره. از سر رام برو کنار. داره دیر میشه دختر، همه این کارا به خاطر توه. بذار کارو تموم کنم. برگرد، نرو دنبالش. واسه برگشتن دیگه خیلی دیره. اینجا آخر دنیاست.
کجایی؟ کجا رفتی؟ اون میگه نمیتونه به کسی آزار برسونه، گرفتار میشه. حالا تو دیگه باید برگرده بشه گلرخ، بهش اراده بده تا خودشو برسونه به شهر. اون زن میخواد همه گناه ها رو بندازه گردن گلرخ. من فرصتم تمومه، باید برم. دلم برات تنگ میشه سعید، نرو. در اراده من نیست. راستی گلرخ، هرگز نذار به اون ویلا برگرده، حتی در آینده. اون ارواح جهنمی خودشون نمیتونن به کسی آزار برسونن، ولی با وسوسه امثال این زن از زنده ها انتقام میگیرن. حالا دیگه برو. خداحافظ سعید. مواظب باش.